برای اینکه بتانیم یک قهرمان باشیم در بخشی که خودمان میخواییم، باید تلاش بکنیم، زحمت بکشیم و شب و روز هم نهایت کارهایی را انجام بدیم که دوست داریم ما را قهرمان بسازه. مانند ورزشکاران عزیز ما که همیشه تلاش میکنن با استفاده کردن از فرصت، اصلا برشان مهم نیست که شرایط چگونه هست و فقط میخواین قهرمان باشن، دستاورد داشته باشن و بیرقمان را بتانن به جای بسیار بلند برسانن و افتخار آفرین باشن. مانند آقای حبیب دره، ایشان عضو تیم ملی ورزش های رسمی افغانستان سبک MMA یا مبارزات آزاد هستند. همچنان عامر عمومی زون شمال فدراسیون MMA، عضو ورزشکاران وزارت امور داخله و رئیس کمیته ورزشی مجمع ملی افغانستان و یک کلب هم دارند که 200 نفر شاگرد دارند و دست بین 200 نفر 50 نفرش هم از طبقه اوناس هست. خیلی خوش آمدین، صبح شما بخیر باشه و افتخار میکنم که شما را در کنار خود دارم. تشکر، سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت همه بیننده های عزیز، خدمت تمام مردم افغانستان چه در داخل از کشور هستند و چه در خارج از کشور هستند سلام تقدیم میکنم. بسیار زیاد تشکر، خیلی خوش آمدین و شما قهرمان ما هستین و اینقدر دستاوردها طبعا بدون کدام تلاش ممکن نیست. آقای دره، بیاین از فعالیت های ورزشی تان بگوین، از چی زمانی آغاز کردین و اینقدر فعالیت های ورزشی چقدر بر شما انگیزه میته به خاطر قهرمان بودن؟ فعالیت های ورزشی ما قبل از اینکه در MMA بیم، در این رشته بیم، تقریبا 15-16 سال پیش ما تمرینات فوتبال، کیک بوکس پیش از ساز الفقار تمرین میکنم، کیک بوکس باز پالوانی کرده پیش از ساز آمد امیری و ساز آمد صالحی و آجی امین خلیلی. 12 سال 13 سال قبل آمدیم در رشته MMA، رشته مبارزات آزاد که خطرناکترین و خشنترین ورزش در دنیا هم است، به خاطر المپیکی نیست آمدیم پیش از ساز بازان مبارز که فعلا تمرینات ما ادامه داره که خوشبختانه 14 مسابقه کردیم، 7 مسابقه داخلی بود و 7 مسابقه خارجی. بسیار خوب، و الگوی ورزشیتان کی هست که زیاد دوز دارین و همیشه ازش تقلید میکنین؟ در ورزشکارهای خارجی یا داخلی؟ بله، داخلی و خارجی فرق نمیکنه. دیگه در ورزشکارهای خارجی حبیبی روسی را خوش دارم، به خاطر که بسیار با تقوی است، بسیار غرور نیست. دیگه در ورزشکارهای داخلی کلشان را خوش دارم، با استاد بازان مبارزه که همه استاد هم واقعا قهرمان محبوب است، ما را خوش دارم. بسیار خوب، ایام قرنطین شما کدام کارهای جدید را انجام دادین؟ کدام برنامه مشخص پیش خودتان داشتین یا فقط وقتتان گذشت و کدام تمرینی نداشتین؟ برنامه هایتان چقدر کنسل کرد؟ نه خیر، خواهر عزیز، با که در وقت زمان قرنطین خودم اگه تمرین میکردم به تنهایی خود داخل کلب، داخل کلب خود تمرین میکردم، اما در بیرون اگه در پارک یا در کوه یا در کدام میدانی یک جای میرفتیم که شاگردا دور دور و تمرین میکردم، با فاصله های اجتماعی را مراعات میکردم، فاصله اجتماعی مراعات نکردم، تمرینات رو میکردم، تمرینات رو ادامه داشت. بسیار خوب، شروع کنیم از دستاورد هایتان، که کدام دستاورد هایتان من نمیفهم کدام شو اول به نمایش بگذارم. شروع کنیم از این که از کجا به دستش آوردین و در کدام سال بوده و از کدام مسابقه؟ او از سازمان بوم MMA هندستان است که در شهر کلکته مسابقه کردم، دیگه ساعت 11 شب دیگه وزن کشی بود، بله. فرداش ساعت 1 به شب مسابقه من شروع شد، دیگه حریفم 70 کیلو بود، نخواستم 60 کیلو، با سیرم مبارزه دگان تاوالی غلطی چیزا شد، باز سازمان خدافیزی کردم، باز می اسناد برام دادن، اسناد خدافیزی مثل سازمان بوم MMA هندستان. بسیار خوب، و از این مدالایتان برام بگوین، این مدال از کجا به دست آوردین؟ از دهلی است فکر کنم. این مدال اولین سفرم که در سال 2015 بود که در اون سفر احمد ولی هوتک و دیگر استادا عمران سخیزاده یا دیگر در مسابقات شهر دلیجه دیگر سال 2015 برگزار شده بود، اولین سفرم بود، اوجا توانست معرف خود دارم دویم شکست بدم و این مدال طلا را از آن خود و از آن مردم افغانستان کنم. ها ها، بسیار خوب، و این مدالتان کمی گرنگم است. این مدال ما از مسابقات جهانی است، آماتور شهر آنتالیا کشور ترکیه که در سال 2016 برگزار شده بود. در اینجا 3 تا حریف داشتم، حریف اول از کشور آذربایجان بود، حریف دوم از کشور ترکیه بود و حریف سوم از کشور ایران بود که در دو روز 3 مسابقه حریف آخری از کشور ایران که بود، یا بسیار سرسخت بود، این توانستم شکست بدم و دندانم معوار شد، بازم دیگه به دوای مردم افغانستان شکست داده میشه. بسیار خوب، دندان مدال طلا از آن خود گرفتم، دندان فعلا خوب است، شو گشت چیز سر داره خون درد نکنه. خب هر کار ما که ما انجام میتیم تلاش خود را کار داره. بین از کمربند بر ما بگوین که کمربند را از کجا به دست آوردین و چقدر برتان مهم و ارزشمند هست؟ خواهر عزیز، چیزایی که میبینی این به دست گرفتنش آسان است، اما به دست آوردنش که بسیار خیلی زحمت و پشتکار کار داره. کمربند از مسابقات جنوبی آسیا است که در پاکستان برگزار شده بود، هم نام شهرش فراموش شده،
دیگه او رزش به دست آوردیم. بسیار خوب. و در رابطه با کپتان بر ما بگوین؟ کپ از مسابقات قهرمانی آسیا است که در شهر خوجند کشور تاجیکستان برگزار شده بود. از افغانستان 5 نفر فایتر رفته بود، در رأس استاد بازمان مبارز بود. افغانستان در بین 12 کشور، کشور چین هم بود، کشور قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان، بسیار کشورهای آسیایی. دیگه افغانستان در بین اینمی 12 کشور آسیایی مقام سوم از آن خود کرد. این 5 نفر ای کپ مربوط به اصلا مکمل تیم ما میشه، اما با خودم شخصا از مسابقات قهرمانی آسیایی اون مدال نقره را به دست آوردیم که حریف از کشور ازبکستان بود. در یک استادیوم فوتبال مسابقه برگزار شده بود که در اونجا تقریبا در حضور 30000 تماشاچی در استادیوم فوتبال حریف از کشور ازبکستان بود، را درام دویم شکست دادم. بسیار خوب. پس برنامه هایتان که قرار هست بعد از قرنطین در روزها شما انجام بتین چی هست و کدام کارهای جدید را تا فعلا کدام برنامه جدید را داشتین یا خیر؟ برنامه جدید ما دیگه بعد از قرنطین اولین کاری که میکنیم اینمی کلاب هایی که از زون شمال کابل تا زون شمال افغانستان طرف اینمی پنشیر و پروان و مزار و پلخمری این طرف ها قندوز جا دیگه زون شمال کابل کلاب هایی که سر به خود هستن بدون جواز فعالیت بکنن و بدون جواز بدون اجازه ریاست دربت بدنی و بدون اجازه فدراسیون ام ام ای که در اساس استاد بازان مبارز است، رئیس فدراسیون عمومی ورزشی رزمی است. دیگه برنامه این است که باید کلاب ها کنترل شون و چک شون، سر به خود کسی کلاب جور نکنه بدون جواز، بدون فعالیت مسابقه را نگیره، بدون جواز مسابقه را نگیره. یکی دیگه می تایم بانوان پس دوباره شروع میکنیم. بسیار خوب. دیگه شاید خواهرای و مادرای ما وی فکر شون که خواهرا رو ما تمرین بدیم، نیوجد ما خودم مربی از طبقه خانم از طرف یک نماینده تعیین کردیم یا خواهر دیگه ما سم خواهرای ما تمرین میده. دیگه بعدا سر مسابقات بعدی شاید تمرینای ما آغاز شود. بسیار خوب. به عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم شما که قدر دستاورد دارین و فعالیت های خود را انجام دادین، نهایت تلاش خود را کردین که قهرمان باشین، چقدر از حمایت مردم شما راضی هستین؟ همه که مردم غیره بدون مقامات دولتی که همیشه ما را خواستن، دعوت کردن، نگان وعده‌های دروغینی گفتن، وعده چرب نرم دادن به خاطر کمپانی خانم خاطر از جا دیگه عکس های فیسبوک ایجاد کردن، دیگه از ما کدام شکایت گلم نداریم و کدام توقع نداریم. ما خب مسلمان هستیم، همیشه خواست ما پروردگار هر چیزی که میخوایم بدونش و از مردم غیر از هموطنان خود، از شاگردای خود، از دوستای خود، کسایی که داخل خارج هستن همیشه ما رو تشویق میکنن و دیگه ورزشکارا رو تشویق میکنن. از ما قلبا سپاسگزار میگم از رسانه ها، از شما، از کلگی. بسیار زیاد تشکر از حضورتان، از اینکه تشریف آوردین. ان شاء الله که به خیر آینده های نزدیک قهرمانان مثل شما هم داشته باشیم، شاگردان مثل شما هم داشته باشین، شما که بتانن نامتان را نیک نگاه بکنن. اگر پیام و گفتنی داشته باشین، کمره تلویزیون یک خدمت شما است. کدام پیام و گفتنی خواستم دارم؟ فقط اینمی پیام ماست که لطفا خواهش میکنم در 24 ساعت حداقل نیم ساعت یا یک ساعت ورزش کنید به خاطر صحتمندی خودتان و به خاطر صحتمندی فامیل و همگیتان. دیگه خواهش میکنم از یگانه چیزی که همیشه مردم افغانستان همیشه هر کس بگه چی میخوای، مگه صلح هم میخوای، همه تعصب و تبعیض و قوم پرستی را دور کنن. خواهش ما دیگه خواست ما نمی هست، ان شاء الله خواست همه ما همی است و برآورده شود. بسیار زیاد تشکر از حضورتان. از شما عزیزان هم تشکر میکنم. امروز هم میتونیم به نیروهای امنیتی ما کمک کنیم. اگر قصد کمک کردن داریم، پس چی خوب است که نیروهای امنیتی ما باشه. با 4424 تماس میگیریم، بعد دکمه یک را فشار میدیم و 15 افغانی حساب ما کم میشه و این پول میره به حساب خانواده های شهدای نیروهای امنیتی، کسانی که به خاطر ما و شما همیشه مبارزه کردن. پس رسالت وجدانی و ایمانی خود را ادا میکنیم، کمکشان میکنیم. وقفه خیلی کوتاه، دوباره برمیگردم، با ما همراه باشین.